سرخط خبرها و مهمترین ها. طالبان خواهان آغاز کار عملی استخراج مس عینک از سوی کشور چین شدند. طالبان در هرات 3 تن را قصاص کردند. گام اول برای پیروزی بزرگ برداشته شد. مشروع خبرها. این وزارت روز سه شنبه 23 جوزا در رشتید نوشته است که شهاب‌الدین دلاور وزیر معدن و پترولیم طالبان این خواست را با معاون شرکت چینی مطرح کرده. سرپرست وزارت معدن و پترولیم طالبان افزوده است این وزارت تمام مسئولیت های خود را مطابق به قرارداد انجام داده و شرکت قراردادی نباید بیشتر کار عملی این پروژه را به تأخیر بیاندازد. این وزیر طالبان خاطر نشان کرده است که به هدف انتقال آثار باستانی از ساحه مس عینک یک کمیته متشکل از نمایندگان وزارت‌های معدن و پترولیم، اطلاعات و فرهنگ و شرکت قراردادی چینی ایجاد شده است. در این دیدار معاون شرکت قراردادی MCC در زمینه اعمار سرک این پروژه، انتقال آثار باستانی، انتقال وسایل و ماشینری و چالش‌های موجود به وزیر معدن طالبان مشورت داده است. گفتنی است که برای بار نخست قرارداد پروژه استخراج مس عینک 13 سال پیش میان مقام‌های افغانستان و چین به امضا رسید، اما بنابر دلایل فنی و امنیتی کار عملی آن آغاز نشد. طالبان در زمان حکومت پیشین یکی از موانع بر سر استخراج این معدن شناخته می‌شدند. آنان در گذشته حملات را بر کارمندان چینی در سایه این معدن انجام داده بودند. طالبان در هرات 3 تن را قصاص کردند. منابع مالی در ولایت هرات میگویند که 3 فرد متهم به تجاوز جنسی و قتل در این ولایت از سوی طالبان تیرباران شدند. طالبان این افراد را روز سه شنبه 23 جوزا در ولسوالی زاول هرات قصاص کردند. این افراد متهم به تجاوز جنسی و قتل یک زن باردار و کودکانش بودند. در مورد هویت افراد کشته شده لای در دست نیست، اما منابع گفتند که هر 3 باشندگان همین ولسوالی بودند. بر اساس گفته های منابع، این افراد روز شنبه 20 جوزا بر یک زن باردار تجاوز جنسی کرده و سپس او و 2 کودکش را کشتند. این افراد پس از آن رویداد توسط طالبان بازداشت و امروز سه شنبه تیرباران شدند. طالبان در هرات تاکنون به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفته. از اواخر سال گذشته نیز یک فرد متهم به قتل از سوی طالبان در فرا قصاص شد. نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان. کشورهای جهان بر طالبان برای تشکیل حکومت مشروع فشار بیاورند. به دنبال نشر گزارش جدید شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر ارتباط طالبان با القاعده، نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان از کشورهای جهان خواست تا بر طالبان برای تشکیل حکومت فشار بیاورند. این نمایندگی ها با نشر اعلامیه گفته است که نبود حکومت مشروع بحران را در افغانستان عمیق‌تر می‌کند. نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان گزارش جدید شورای امنیت سازمان ملل را یکی از جامع‌ترین ارزیابی‌ها از وضعیت وخیم افغانستان دانسته و از آن استقبال کرده است. در اعلامیه آمده است محتوای این گزارش این نگرانی های جدی و برجسته را تایید می‌کند که فقدان دولت مشروع و حاکمیت قانون منجر به بحران عمیق بدتر شدن اوضاع امنیتی و پیامدهای دیگر برای افغانستان و فراتر از آن خواهد شد. در اعلامیه همچنان اضافه شده است امیدواریم که گزارش جدید و ارزیابی‌های مشابه توسط دیگر نهادها و کارشناسان بین‌المللی موجب توجه بیشتر جهانی در رسیدگی به بحران خطرناک افغانستان شود. در گزارش که اخیراً از سوی شورای امنیت ملل متحد به نشر رسیده آمده است که طالبان با القاعده ارتباط خود را قطع نکردند و گروه‌های تروریستی دیگر در سایه نظام طالبان در افغانستان فضای مانور بیشتر دارند. در این گزارش همچنان بر دست داشتن رهبران طالبان در تولید و قاچاق مواد مخدر تاکید شده است. بلینکن: ما به اسکان مجدد شرکای افغان خود ادامه می دهیم. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در مراسم امضای تجدید تفاهم‌نامه با ائتلاف تخلیه افغان‌ها افغان ایوا کولیشن گفت که ایالات متحده به انتقال و اسکان مجدد شرکای افغان متحد است. آقای بلینکن روز دوشنبه در سخنرانی قبل از امضای این تفاهم‌نامه گفت: تفاهم‌نامه‌ای را که به زودی امضا خواهیم کرد به ما امکان می‌دهد اطلاعات را با یکدیگر شریک کنیم، ارتباطات خود را با سایر شرکای جامعه مدنی هماهنگ بسازیم و تلاش‌های جاری خود را برای یافتن راه‌های بیشتر و بهتر برای خدمت به شرکای افغان‌های ما استقامت بدهیم. ائتلاف تخلیه افغان‌ها گروه‌هایی را در بر می‌گیرد که انتقال و اسکان مجدد افغان‌ها را در ایالات متحده تسهیل می‌کنند. این ائتلاف متشکل از حدود 200 گروه و هزاران داوطلب است. آقای بلینکن افزود که از سپتامبر 2021 ایالات متحده آمریکا در مشارکت با ائتلاف تخلیه افغان‌ها توانسته تا 24,000 افغان را از افغانستان منتقل و به آمریکا با کشورهای ثالثی منتقل کنند. او گفت: ما در مجموع 97,000 افغان را به ایالات متحده منتقل کردیم. افغان‌هایی که به مکتب می‌روند، مشاغل جدید را شروع می‌کنند و در جوامع مستقر می‌شوند.
در جریان عملیات داخلی نظامی از افغانستان 15 تا 23 اگست 2021 بیش از 125,000 نفر عمدتاً شهروندان افغان از آن کشور بیرون شدند که بیشتر از 80,000 آنان به ایالات متحده منتقل شدند. روند خروج ائتلاف بین‌المللی بر رهبری ایالات متحده که به تاریخ 3 جولای 2021 آغاز شد توهم با هرج مرج بود و آخرین نظامی آمریکا به تاریخ 3 اگست 2021 افغانستان را ترک کرد، اما دولت بایدن این را بزرگترین عملیات تخلیه در طول تاریخ ایالات متحده خوانده است. وزیر خارجه آمریکا افزود اکثر ما در این اتاق بر حسب تولد آمریکایی هستیم. آنها به انتخاب خود آمریکایی میشوند و آینده ما خواهند بود. آقای بلینکن در سخنان خود همچنین از جانبازی 13 سرباز آمریکایی که در حمله انتحاری میدان هوایی کابل در جریان عملیات تخلیه کشته شدند تمجید کرد. او این سربازان را قهرمانان خواند و افزود که ما به آنها و تمام افرادی که در افغانستان خدمت کردند احترام میگذاریم، زیرا آنها یقینا خدمات فوق العاده ای انجام دادند. اسناد ضبط شده از خانه ترامپ غیر محرم و یادگاری بودند. یکی از وکلای دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا میگوید که اعتماد وارده به ترامپ به خاطر نگهداشتن اسناد محرم دولتی انگیزه سیاسی داشته و مدعی شد که این اسناد غیر محرم و یادگاری های شخصی بودند. النا هبا و وکیل مدافع ترامپ روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز مدعی شد که آقای ترامپ هیچ اشتباهی انجام نداده و در این قضیه اعتراف به گناه خود نخواهد کرد. خانم هبا گفت او ترامپ هرگز اعتراف به گناه نخواهد کرد، زیرا غیر محرم ساختن اسناد گناهی نیست. این کاملا انگیزه سیاسی دارد. این دخالت واضح در انتخابات است. یک هیئت منصفه به خاطر نگهداشتن اسناد محرم دولتی، از جمله اسناد محرم مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و دفاعی آمریکا، 37 مورد اتهام را بر دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا وارد کرده است. هبا گفت او حق دارد اسناد محرم را که او غیر محرم کرده بود نزد خود نگه دارد. اسنادی که یادگار هستند، چیزهایی که او حق گرفتن آنها را دارد. در همین حال ویلیام بار که در زمان ریاست جمهوری ترامپ وزیر عدلیه ایالات متحده بود، روز یکشنبه گفت که صورت دعواهای جنایی که ترامپ را به خاطر نگهداری غیر قانونی اسناد بسیار محرم امنیت ملی متهم میکند بسیار فاحش هستند. با این حال سایر جمهوری خوان به دفاع از ترامپ پرداخته و گفتند که این اتهامات یک حمله سیاسی غیر قابل توجیه برای جلوگیری از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2024 است. بار افزود در اینجا نمیتوانیم فراموش کنیم که کل این اتفاقات به دلیل رفتار بی‌باکانه رئیس جمهور رخ داده است. به گفته بار، ترامپ نباید این اسناد را پس از پایان دوره ریاست جمهوریش به خاطر شخصی خود انتقال میداد و باید اسناد طبق قانونی به آرشیو ملی تحویل داده میشد. بار گفت او کاملا در اشتباه بوده که فکر میکرد حق دارد این اسناد را داشته کند. این اسناد از حساس ترین اسرار کشور است. آنها باید در نگهداشت آرشیو باشند. او حق نداشت آنها را نگهداری کند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حقیقت خودش یعنی متهم شدنش را تایید کرده و نگاشته است اداره مفسد بایدن به وکلای من آگاهی داده است که من متهم شدم.